خو خبر شوم ډیر مشکلات پیښ شوي وو. افغانان سخته و ودرېدل په مغه زلزله باندې ډیر افغانان شهیدان شول. روز یک ذره تب خوش معلوم میشه من کارت شده دیگه. خدا مهربان است، حالا دائما تب خوش هستم. کار باشه نباشه تب خوش هستم. بشک والا بشک. این حتما پیامت میرسه برای باید تا سرایا خاله ما مموجه هستا خواری بوده کمک نک آه دیگه کباب میشه کباب میشه در روغن دیگه آه دیگه کباب غریبا فعلا نمیسی ای خوی چی کرا چی را خودم بیاز تیل کدم میبره آه تیل کدم میبره ما یکی مقدر راحتی دارم که یکی شب تیل میکنیم یکی صبح دو وقت کرا چی را میبره سفیر شدم زورم نمیرسه باز نشسته شدی آله نمیتو دم بغل مسجد چشتیم خدا تیجه فامیدی چی میگن مسافر پشتوکام در اونجا یک 20 دانه آورده بودم یک داتش فروختیم یک داتش مانده یک 3.5-400 فایده کردی البته خدا خدا هم بیرمان است البته وقتایی که نو شروع کرده بودم برای یک وقت دو دفعه یک دفعه از ما اشتباه سر خورده شغل هم دادی مشتری های تا با نام یاد خدا سلام دوستای عزیز علاقمندای محترم چینل امروز پلاس خدا کنه که جور و خوب و صحت و سلامت باشین و از هر گوشه و کنار جهان که بیننده گزارش ماستین آرزو سلامتی تانه میکنم و خدا را شکر که امروز هم باز هم خداوند بر ما فرصت آفرید تا اینکه بیم بر شما گزارش تهیه بکنیم و تشکر از اینکه شما گزارش ما را انتخاب کردین امید است که تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین من ضیا صالحی هستم و همکارم توحید شمس در بخش کمره با شما همراه هستیم و امید است که تا آخرین دقایق گزارش ما را همراه باشین و بیننده گزارش ما باشین دوستای عزیز ما باز هم خواستیم که بیاییم بر شما یک گزارش از جایی که تا فعلا تهیه نکردیم بر شما گزارش تهیه بکنیم امروز آمدیم در گولایی سینما که اکثریت کسا هموطنا پیام گذاشته بودند که از گولای سینما بر ما یک برنامه بسازین و امروز خداوند این فرصت بر ما داد آمدیم بر شما همو گزارش تهیه میکنیم بخیر دیگه شما هم تا آخرین لحظه دیگه همراه ما باشین و بیننده گزارش ما باشین جایی که ما قرار دارم اینمین جای خودش گولای سینماست اینمین موترهایی که از پشت سر می از این طرف از چارایی هتل پروان میه کی طرف سرایگه که سرک به طرف بالا رفته این سرک رفته به بازار لیسه مریم و سرکی که پیش رویم است اگر یک تصویر بگیری توحید جان این سرک رفته به طرف چهار راهی قلعه نجارا که ما از اونجا بر شما قبلا هم گزارش داشتیم و اینی طرف یک سرایگه که دیگه این طرف ما یک سرایگه که دیگه یکی است این سرک رفته به طرف چهارراهی لبجر که ما خواستیم از همینجا گزارش خواهد شروع بکنیم و بر شما جایها را مختصرا توضیحات بدیم که ما در کجا استاد هستیم و کدام طرف ما کدام منطقه است که این مسجد گولای سینماست و همچنان روبروی مسجد اگر اشتباه نکرده باشم این طرف تصویر بگی توحید جان روبروی مسجد خانه یکی از وکلای سابق پارلمان افغانستان خانه میرداد نجرابی است و فکر کنم که حالا شاید باشن نباشن خب به هر صورتش دیگه ما امروز خواستیم از همینجا همراه وطندارا یکان دیدار داشته باشیم یکان قصه‌گاهی کوتاه داشته باشیم و همچنان ببینیم که میواز روزگار زندگی و کاروبار مردم چطور است در این گولای سینما چی گپا است چی گپا نیست میریم با هم دیگه شما هم ببینین که با کی خواد روبرو شدیم بیا کمی طرف بیا ای
این دوستا این مسجد هم به نام مسجد بابا حسین عبدالی ولی است که هم به این نام یاد میشه و هم به نام مسجد گولای سینما. کاکا جان سلام، مانده نباشین، خوب هستین؟ صدتان خوب قراری است همینجا بشینیم؟ کدام چیز نباشه که حالا مایده شد. خوب هستی؟ چی حال داری؟ شما خوب هستین؟ خیر باشین، قربان. خوب هستین؟ سلامت باشین. کاکا جان نامتان چی است؟ نام ما خواهد اولا است. اولا کاکا، چی کار بار؟ والا ما سابق دریور بودم، مال دیگری صفیه شدم، زورم نمیرسه. حالا بازنشسته شدی؟ حالا اینم تو دم بغل مسجد چشتیم. نماز خواندین؟ بله، نماز دیگر آن قبول کنم. بخیر. خانه هم اینجا است؟ خانه آدم کوچه است. خانه از خود است؟ نه، خانه کرایه است. خانه کرایه است. چه قد وقت میشه در این منطقه زندگی میکنی؟ 8 سال میشه. 8 سال. خوب است دیگه، خیلی از این منطقه حساب میشه. شکر برادر، از اینجا نال فعلا خوب اینجا هستیم. بچه ها کسی دیگه کاریگر است باز؟ آه شکر، یک دو بچه های مستن کار میکنه، یکش در بانک یونایتد بانک کار میکنه و دیگه یک بچه ما در یک دکان دیگه کار میکنه. برو خوب است، جزگر داری؟ مقصد شکر، الحمدلله همون بچه ها هستن دیگه. شما خوب هستین؟ شکر بخیر باشین. حالا دیگه آمدین که یک چند دقیقه ببینین. راستی هم که متد خانه دق میارم باز، ما میجا میایم پیش می دوستا و رفیقایم، همینجا میشینم یک چند لحظه. باز هوای گل دیگر یک ذره خوشایند می باشه. لاله دیگه بسیار موسم خوب، هوای خوب، مردم خوب، هر چیز در منطقهش نگه. چی گفت باز در منطقه گلای سینما؟ برادر بسیار یک حالت خوبش، بسیار یک امنیت خوبش، بسیار یک مردم شریف همینجا خوکلگی است. شکر الحمدلله کل ما شما مسلمان هستیم. خدا می وقتی که امارات آمده بعد از 5 بجه مشکل بود بر آمدن مردم از خانه، از خاطر تلفون ها زیادتر بچه ها را جوان ها را تلفون هایش می گرفت دیگه می کرد، حتی روزی وی گپا بود، روزی وی گپا بود، حتی می کنیست. الحمدلله حال نیست، گپا نیست. بسیار بسیار شکر الحمدلله، هزار بار شکر میکشیم که همه تو مردم های چیز ویلگرد گم شدن، یکی هیچ فضل خدا. خوب است هر قدر منطقه آرام باشه، امنیت باشه، به مردم خوب است. ما برامی زندگی میکنیم، برامی زندگی میکنیم. بخیر باشی کاکا جان، جور آرام باشی، سلامت باشی، موفق باشی، میربونی. بخیر باشی خاری صاحب. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ صحت تان خوب؟ جان تان جور است؟ شکر. بخیر باشین. از داخل مسجد آمدین؟ نماز خواندین حتماً؟ بله نماز خواندم. کار بار وظیفه؟ وظیفه خو زوسیم پختونیم، وان استا سر پختو باندې گپ وال نه مشکل. زه خو پکتیکا نه راغله یم، دلته موږ حاجی صاحبان راوړي دي. حاجی صاحبان شاید هغه څو شپې هغه پروازونه بند و، نو اوس پروازونه بیرته خلاص شوي دي. نو زه هم دوی سره استقبالی باندې رالم، همداسې بدرګه باندې اوس رالم. زه خپله پکتیکا کې د امر بالمعروف امیر په صفت باندې د چربان د ولسوالۍ، نو دلته حاجي صاحبان سر بدرګه باندې راغلی. حاجي صاحب رفتن بخیر؟ ډېر کلیلې دي، کم پاتې دي. کم مونده؟ مشکل پروازو حل شده؟ او الحمدلله ډېر خوشحاله یو، حاجي صاحبان ډېر خوشحاله دي، ډېر تللې دي او کم پاتې دي الحمدلله. انور ته مې اطمینان ورکړی ده، بس شاید سبا بل ورځ هغه پاتې هم ولاړ شي. شما تصمیم به حج گرفتن نرفتین؟ نه، تر اوسه تعالی نره تصمیم نگرفتیم. انشاءالله نیت خاص داریم در آینده. خداوند برسانه. خوشحال همه مسلمان ها را خداوند برسانه. آمین. شما گفتین با صفت عامر امر بالمعروف در ولایت پکتیکا هستین؟ بله. وظیفه تان خود امر بالمعروف است؟ بله. کدام وظایف انجام میتین؟ چی کاروار میکنین؟ کدام نکات به مردم میگین؟ ټول ولس ته زما دا پیغام ده چې په سنه طریقه باندې ځانونه برابر کړي. وخت کې چې دې په سنه طریقه باندې ځانونه برابر کړي، نو ټول مشکلات به حل شي، الله پاک به ورته حل کړي. ځکه الله پاک بیا خوشحاله کیږي چې ټول پر امین دي الله جل جلاله، همدا خلک په ځانونه باندې عملي کړي، په سنت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې خلک یعنی دا عمل وکړي، نو بیا به ټول مشکلات حل شي، الله پاک به ټول مشکلات ورته حل کړي او هیڅ مشکلات به هم نه. خب اینا میگن که همو هر کس که به طریقه سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برابر باشه دیگه هیچ مشکلی نیست، و ایا از نظر قانونی هم مشکل نداره و از نظر اجتماعی هم مشکل نداره؟ بخیر باشین. عزیز زلزله شما خواسیب ندیدین اونجا؟
زخ پر په مغزای کی مغه داخل سو نه يم په مغزای کی نو وجود می نو خو خبر سم ډیر مشکلات پکسي وو افغانان سخت وو ودر دیدل په مغز زلزله باندې ډیر افغانان شهیدان سول او ډیر زخمیان دي الله جل جلاله نه ورته مغه شهدا وته غټی غټی مرتبه غواړو او زخمیان ته شفای کامله عاجله غواړو او پسمندگانو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړو الله پاک دې بس آینده کې افغانان داس پیخونه وسات بخیر باشین قاری صاحب سلامت باشین وقتتون خوش خدا حافظ مننه قربان سلامت باشین کجا میگریزی کاکا سلام باشه جان خوب هستی خوب هستی چی میکنی بود پالشی میکنی پالشی میکنی چند بجه در کار آمده بودی چاشت چاشت از چاشت تا حالا چند کار کردی 60 روپه 60 افغانی پیش از چاشت چی میکردی پیش از چاشت درس خواندن بودم مکتب میخونی سنف چند هستی شش سنف شش چندم نمره هستی دوم دوم نمره امی هر جایی که سر میخوریم دوم نمره میباشه خو در درسات خودت من لایق هستی چی یاد داری در 6 سال مکتب چی یاد گرفتی انگلیسی را یاد گرفتم امرای دری دیگه فهمیدم بعضی درس ها را حفظم کردیم یعنی انگلیسی یاد داری؟ دیگه خیلی خیلی با انگلیسی خود یک معرفی کوتا کن My name is سهراب What is your father's name? My father's name is محمد عارف What is your last name? What is your last name? تخلصت چی هست؟ تخلصم صادقی است نه خوصه یاد نداری دیگه یا یاد نداشتی؟ یاد دارم، روخانیش زیاد یاد دارم روخانی، از روی یاد داری؟ آه نوشتن، خواندن؟ آه یاد دارم سپیکینگت قوی نیست؟ آه می قوی نیست بخیر باشی، موفق باشی خب دوستا، اینجا دیگه نام خدا یگان کراچیگکا هست، یگان کسا هست، کاروبار میکنه گرچند فکر کنم بیروبار سابق نمانده، شاید شما به یادتان باشه در اینجا اکثرا هنرمندا بودن وقتی که می آمدی انواع و اقسام آلات موسیقی نواخته می شد هنرمندا بودن و همچنان در اینجا به خاطر محافل به خاطر یگان شیرینی خوری یگان روسی یگان محافل دیگه که از هنرمندا می آمدن استفاده می کردن می بردن و از هنرشان البته مستفید می شدن همین جشن بود که حالا فعلا بند است و کسی باقی نمانده خب ببینیم که یک برادرها چی کاروبار میکنن کاروبار شده نشده او برادر پیسه را در جیبت بان یا از جیبا سر کرده سلام علیکم خوب است برادر خان خوب است خوب جان جور تشکر سلامت باشی نام چی از برادر جان صفی الله صفی الله خان چطور است کاروبار والا خدا را شکر است مگذره دارم میشه کاروبارت والا خوب است دیگه چند بجه در کار آمده بودی ساعت 8 9 بجه آمده بودم 8 9 بجه هر روز همین تایم است دیگه هم تایم است من تا چند بجه کار میکنی تا نماز شام تا نماز شام بس میشه انشاءالله گزاره فامیل خدا رو شکر است چیزی که در قسمت نصیب است رو سعید میکنه امروز یک ذره تب خوش معلوم میشه من کارت شده دیگه خدا مهربان است حالا دائم تب خوش هستم کار باشه نباشه تب خوش هستم بشک والا بشک اگر کار بود یا نبود دمی تب خوب باید خوش باشه خوش باشه دیگه چی کنیم دیگه سابق چی کار میکردی؟ بعد من سابق همین کارم هست چکت هست؟ چطور هستی باشه جان؟ خوب هستی؟ شکر نامه که چی هست؟ الله یه گپ نمیزنه؟ گپ میزنه زیر تاثیر هست زیر تاثیر رفته؟ اوه ای چرا قد تو پس مانده هستی؟ گپ بزن گیرم امراد میاریم اینجا؟ نه میانه دقیقه میاره باز میاریم این طرف حتما خانه دمی نزدیکی هست؟ نزدیک هست کچه هست خانه خانه از خود هست؟ نه کراس خانه خانه هم کرا؟ چند کرا میتی؟ 7000 7000 افغانی؟ دو فامیل بله سی و نیم هزاری میسرد نیم هزاری میسرد یگان جای غریبانه پیدا میکردی یک 4000-5000 میبود دیگه همین منطقه هم مختش دیم کار بارم اینجا هستم حتما در این منطقه دیر میشه زندگی میکرد خورد بزرگ رو دیم سایه کار میکنم تا از خورد تا از خوردی تا کلانی جا کار کردی باز یک خانم نتونستین دیگه میتونیم در کار غریبی چی خانه بخریم روز 50 روپا 60 روپا پیدا میکنیم دو چی بود همو قمیشه نان فامیل همو قمیشه شب روز مگذره برو بیا خدا را شکر است که همو قدر روزگار هم میچله یک قسمت نصیب است چند تا اولاد هست؟ 4 تا نام خدا نام خدا نام خدا خورد شمی است فکر کنم میزی که در خوردتر دارم یکی خب؟ شیر خوره نه شیر داشته این چند سال است؟ این 4 ساله
4 ساله است. بخیر باشی بیاده در کار بارت برکت، سلامت باشی. کدام پیامی اگر باقی مانده باشه میتونی بگویی؟ دیگه پیامی ندارم، دلا چی پیامی داشته باشم. بخیر باشی بیاده، وقتت خوش. سلام سلام، خوب هستی؟ جان جوره بخیر، شکر بخیر باشی. چی حال داری؟ خوب هستی؟ جوره آرام. کجا بودی؟ کجا میری؟ با شوال تایگر هستم. بیشک والا اول اول گرفتن ما اومدی، بیا کنه که پیش بیا اینجا یگان چیزا را کشال کده. خب کجا بودی تو؟ ما خانه ما در کوتل است، آمدم در پشت بوتل چیزا دیم. خب یگان پلاستیک و بوتل و قطی پیپسی همین چیزا؟ بس کارت میشه؟ والا نه نمیشه. نمیشه. 30 روپیه یا 20 روپیه. 30 افغانی یا 20 افغانی هم کرای موترت میشه. خب دیگه چطور کنیم خوب؟ نه گردیم. عروسی کردی؟ نه والا. نامزد؟ عاشق؟ نه عاشق هم نشد. نیستی؟ نه. خانه در کوتل است؟ تو. چند بجه بس خانه میری؟ همی پیام ما یادر دمو. خیشای ما دمو چی هست؟ در دوبای همی رایش کنیم. خیشای تان که در دوبای است برشان کدام پیام داری؟ ها این حال پیام تا بگو؟ برش گم شده برم کمک میکن نامش چی بوده؟ نامش راحله بوده. خب خانم راحله همراه شما کمک میکرد؟ ها حال نمبرش گم کردی؟ نمبرش هم گم کردم دیگر رفتم همسایش دروگ میگرد از اینجا کوچ کرده کدام سو رفت. حالا پیامت برای ازو امی است که پس دوباره بر تماس بگیره. ها کمکت بکنه. ها این حتما پیامت میرسه برای باید تا سرایا خاله ما مموجه است خوارش بوده کمک نک نام بچه شد چی بوده امید. حالا خاله اصلیت میشه؟ همو خال بچه خانه بود مموجه دولیشان کار میم درخ مرد کار میکدی دولیشان؟ ها بخیر باشی بیادر، این پیامت هم گرفتیم. خیر ببینید. اگر باز پیسه را روان کرد ما را هم خبر کنید نصفش کنیم. بخیر باشی. ها فیسبوک ما هم به نام توفان است. بشک. نامت هم توفان است. بخیر باشی توفان جان، سلامت باشی. که تو کدام قاری صاحب؟ قاری صاحب سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی؟ بخیر، صحتت خوب جان جور. بیا کن پیش برو که درخت ها پایین آمده. خوب هستی؟ شکر است الحمدلله. چی کاروبار قاری صاحب؟ ما خودم چوکیدار هستم. چوکیدار هستی؟ در این منطقه؟ آه این منطقه چوکیدار هستم. چوکیدار که هستی از چند بجه تا چند بجه بیدار میباشی؟ ما خودم شب تا 11 بجه 12 بجه بیدار میباشم. تو وقت هم میای که تا شب 1 بجه 2 بجه بیدار میباشم بخاطر دیگه یکم تا بروسی میره فامیلی. آه چوکیدار دکانه هستی یا کدام خانه است؟ هتل است؟ بلاک است؟ بله. تا مو 11 بجه و 1 بجه رفت آمد مردم است؟ بله. باز بعد از استراحت میشی؟ بله. تا چند بجه؟ تا صبح تقریبا وقت 3:30. بعد از 3:30 بجه با هوا چه وقت پوره میکنی؟ بعد از 3:30 بجه با وقت نماز میباشم میرم نماز. نماز اگه خواندی باز کدام چشم استراحت میشی یا کار است؟ بعد از این که تا هفته که میخیز افامیدی بعد از این ما یک ساعت خواه میشیم بعد از این کار شروع میکنیم. یعنی در طول 24 ساعت یک 3 ساعت یا 4 ساعت شگر خواب باشی دیگه در کار هستی؟ بله. خوابت پوره میشه؟ آه پوره میشه با اگم روزم تا چشتم یکم یک ساعت خواه میکنیم. طرف روزم خواه یک چشم همو چی میگن زار چشمت هم میکشی؟ بله بله. بشک بشک. بله. چند میتر باز ماش چند میتر؟ مارا 9000. 9000 شب بله. روز هستی دیگه؟ بله. این رخصتی هم داری یا نه؟ نه رخصتی تقریبا 5 ماه میشه تنوز خانه نرفتیم. 5 ماه شده که خانه هم نرفتی؟ نه دیگه دفعه 7 ماه شده. 1.5 سالی جمع میشه دو دفعه رفتیم 11 روز تیر کردیم بس. عروسی کردی؟ نه. خوب است که عروسی نکردی؟ نه عروسی نکردی. اگر نه خودت تیجه فهمیدی چی میگن؟ مسافر پشتوکام در اونجا. نه عروسی نکردیم. اینا اگه عروسی کردی مجبوری وظیفه را ایلا کنی؟ بله. یا برات همیشه یک خانه بتن که مثلا در این نزدیکت باشه؟ نه خانه میتن. نه کوشش میکنم. بیا خدا مهربان است. تا وقتی که مجرد هستی خود برات میشه. وقتی که فامیل دار شدی باز شاید دیگه برات مشکل خلق شوه چون خدا مهربان است. در فامیل که نباشی هم باز نمیشه. آه توکل به خدا. خانه کجاست؟ خانه پروان. پروان؟ پروان. ولایت پروان. کدام ولسوالی؟ ولسوالی کوی صافی. کوی صافی. همین کوی صافی چی گپاست؟
امن است الحمدلله. امنیت است. شکر است. امنیت. کوی صافی چی داره؟ اگر مثلا ما بریم کوی صافی. کوی صافی که برات بگم توت زیاد داره، یکیش بیلن که است انار. مردم انار خیلی زیاد کشت میکنه. نزدیک به تگاب است. بله بله، نزدیک به تگاب است. با گرام این طرف هم نزدیک به امیده سبز هم هستیم. بله. خب بخیر باشی قاری صاحب، سلامت باشی، وقت خوش برات میخوایم. سلامت، خداحافظ. کاکا جان مونده نباشی. جور باشی، جور سی بخیر. صحتت خوب است؟ خوب سی جان، جور. شکر بخیر باشی، منتظر کسی صدا هستی فکر کنم. نه، امی تو کدام جای میمان است که می شام خان باز میرم باز بخیر. میمان هستی، منتظر هستی که نماز شام بخونی باز بری. باز بریم بله. یک ذره وقت‌تر برو، یگان قصه، یگان چای خوری. قصه خو میشه باز. بعد از نان قصه میشه، بعد از شام قصه میشه. باز شام میگرفتی که شام که نخونی خو باز آدم گناهکار میشه. یعنی اونجام شاید مسجد باشه. نه، امی نزدیک است مسجد. تصمیم دایی داری که مسجد امی جان نماز بخونی باز بری بخیر. بخونم باز بری بخیر. بشکل. از کجا اومدی حاجی صاحب؟ ما از قطغن هستیم، بغلان. قطغن زمین. وقت وقت میوه ماز دیگه. اوجه خود میوه است و شفتالو و زردالو و خربوزه و تربوز و دیگه. داری یگان پلکای خربوزه را؟ پلکای خربوزه هم سایه داره اگه ما نداشته باشیم. ما باغیات داریم. باغ داری، باغ اینمی میوجات است. میوجات است و بذارم تو. خیلی که بغلان آمدیم دیگه، حتما پیش خودت بیایم. آه ایشالله. یک شو، دو شو، ده شو باشه پیش با باشه پرامده. قربانتان سلامت. چی وقت آمدین از اون طرف؟ گوشت پلاو برد میتم، سبز پلاو برد میتم، هرچی که خواسته باشید. فکر کنم غذای مخصوص بغلان هم دیگه گوشت پلاو و سبزی پلاو است. بله. این وقت خربوزه هم هست، یکان قندک هم در پولیش. خربوزه و تربوز و شفتالو و بدرس، هر شی است. کاربارتان چی هست باست اونجا؟ کاربار ما قصابی است، بزازی است. هم قصابی دارن هم بزازی. بله. قصاب هم هستی. بله. بشک بله. قصاب هم هستی. قصاب که باز خودش دیگه ایوان هم ذبح بکنه و گوشت هم خودش با میمان چی میگن اما تو سفارشی بگیره دیگه، اون میمانی چقدر مزه‌دار باشه. ما خاطر مفتم گوشت پلاو برد بتون دیگه. این ابرو خیامت امت من خبر ده میگیری. شاری کمانه بغلان است. بخیر باشه حاجی صاحب، اگه خودت نال میمان ما میشی ما در خدمت. تشکر، خیر بیدون. بخیر باشه، وقتتان خوش، خداحافظ. سلام سلام برادر، مانده نباشی. خوب هستی خانم جان جور؟ چی کردی بخای بولانی را پخته کردی؟ این کبابکای بولانی برات پخته کردم. والا بشک. کباب بولانی؟ کباب بولانی. خوب هستی لالا. حالی را کباب کردی؟ آه دیگه کباب شد. کباب میشه در روغن دیگه؟ آه دیگه کباب غریبا فعلا نمیس. اینمی با جای کباب ول استفاده میشه. کراچیت پخش است یا قدم بلند شده؟ ما خدا قدر تو بلند است. چطور است کاروبار؟ والا کاروبار دیگه ناشکری نشه، کار مزهش نیستم. مزه از کجا رفته؟ هزار طرف دیگه فرار کردم. هزار طرف. از نگاه روغن فرار است، از نگاه آرد فرار است، از نگاه مردم که بخره نمیتونه زورش برسه. از بولونی هم خورد شده دیگه. از خریدار که داشت زیاد میه. آدمایی که بگه پیسه ندارم و بولون گوش نشدیم. اون تو آدم حتما در طول روز یک تا دو تا را دیگه هم تو به نام خدا میتی. این 10 دانه و 15 دانه که آدم ببینه نفر جگر آدش خون میشه. خب بیا خیر باشه. حال امروز چطور بود کارت؟ کار دیگه دیروز دار به فایده کردیم. پری روز دین روز 200 روپا نقص کردیم که از قریش یک 200 دیگه گرفتیم و سر از یه انداختیم. 200 افغانی نقص کردی؟ 200 دینار. دیروز نقص کردیم. امروز هم دیگه پناهش به خدا دیگه. امروز یک شاید که 180 روپای دکانداری کردیم، پس دیگه پیسی آرد و روغنی ها رو پره کردیم. مزه چطور است؟ خوبه، بیا بخور. خوب؟ بیا بخور. تو باش که یک دو دانه بولانی پیشت میخوریم. که حالا گفتی کباب بولانی، ببینیم که بگه شیر کباب دوغ بولانی فلافل ایرانی. خوب؟ حالا بشک. خوب، این بولانی چی است؟ کچالو گندن است؟ کچالو مکس است. مکس است؟ مکس است. تو جدایی هم پخته میکنی یا مکسش کردی فکر کنم؟ جدایی هم پخته میکنیم. کس گندن ها بگه پخته میکنیم برش ها. کچالو خالص بگه. خب زیادتر مکس زیادتر میخورم. مکس زیادتر خوش دارن. خب ما هم یک بولانی میخوریم دوستا، جایتان خالی دیگه. خیلی وقت شده در برنامه بولانی نخورده بودیم. در برنامه هم البته دمی بیرون از برنامه هم در این وقتا بولانی نخورده بودیم. دیگه این بولانی خودتا خوش کردیم، یک بولانی خوری میکنیم انشاءالله. چکنیش هم خانگیست فکر کنم. خانگیست حالا بشک. موقعیت مزدار بوده نوشی جان لالا.
خوبتون دامه است؟ تو لگی مزه دار است، میگم اگم بازار خراب است. بازار مزه ندار؟ بازار مزه ندار، بلانی مزه دار است. تال چند تا بلانی سودا کرده باشی؟ یک 20 رپگی مفروشیم، چند دانه فرد، یک 15 دانه فروختیم. همین کل سرمایه همی است؟ بیست، سی، پینجا، یک صد اشتاد افغانی. یک توگه روغن پیشتر آوردیم، بچه یک مروان کنم روغن آوردیم. قدر میشه که گل چا و سر چا میشه؟ سر چا، بخاطر از اینکه کرای خانه هم یا دیگه هم یا وقلا از اون خانه خو بیرون باشی. میگه برو هم بیچاره خو میره، اگه کرای دادن هم بیتانه خو میره سر کار دار، کارش کنم بشه دیگه چی تو شد. خدا میره بونست. کرای خانه خرزار مونده بود. هشت ماه؟ هشت ماه. دیگه بود مونده. کاروبار قبلا هم امی بوده؟ قبلا نه دیگه کار میکردیم خالی. کار نم وظیفه داشتی؟ وظیفه داشتم. دیگه مجبور شدی در بولانی فروشی؟ بولانی فروشی کردم. خب بعد من کار اول که هست در کار شروع کنی تا که توانش نکشی رای کار بلد نمیشی؟ بله آه همه ترسته. حال شاید بلد شده باشی؟ آه نیست جان. حال شاید کمی کمی بلد شده باشی؟ بلد هستم. خب کارم به زور خدا هر کاری که پردید دستم کارگر هستم. کار کدم میتونم. کار کنم. بشک بشک. مهم این همی است که آدم در حالت باید بسازه. خب دوستان ما یک بولانی میخوریم، دوباره در خدمت قرار میگیریم. تا او وقت بر شما توحید جان یکان تصویرک های جالب جالب میگیره، شما بیننده باشین، دوباره در خدمت قرار میگیریم. خب دوستا ما کباب بولانی بگیم دیگه، ها؟ کباب بولانی را خوردیم، بسیار مزه‌دار بود. که اینا کباب بولانی گفتن، البته شوخی کردن، یک بولانی بسیار مزه‌دار بود خوردیم. بیادر جان قربانت تشکر، بسیار مزه‌دار بود. بیا پیسه طبیعی. قربانت، سلامت. خوش بشیم با خدا. تشکر. خداوند کار بارت برکت بندازه. اگر میدام نداری گپ نیست. قربانت. بخیر باشی، تشکر. خداحافظ. خب دوستایی هم خربوزای شیرین وطن که صاحب از این فکر میکنم کجا صاحبش؟ باش اونو پیش دیگهش میریم. نام خدا بیخی چوکی خانی آوردی؟ سلام، خوب هستی؟ جان جور بخیر، قراریست خیر بخیر باشه. چطور از کاروبار؟ زنده باشین، لطف کردین. اینجا یک هستی؟ بله های نمیجا یک. خانی کراچی هست یا ای کراچی؟ ای کراچی یک هست. مگر تو مردوش هست؟ نخه یک دانه دگه بگم چی بگویم دیگه، از روزگاره زندگی شکوه نمیشه دیگه. تو هم با تیله پیش میبری؟ صد فیصد. ای خویا چی کراچی را خودم بیاز تیله کدم میبره؟ آه تیله کدم میبره. ما یکی مقدر راحتی دارم که یکی شب تیله میکنیم یکی صبح. دو وقت کراچی را میبرم. یکی شب تیلش میکنی یکی صبح؟ یکی صبح کراچی را میبرم دیگه وقت بی. دیگه وقت بیکاره. کدام میواره داری؟ ای خربوزه کجاست؟ خربوزه قندوز است. به نام چی یاد میشه؟ نام ازی واقعا از یادم رفته. نه خیلی صحیح میافروش نیستی دیگه؟ نه خیلی، نه شروع کردیم. نه شروع کردی؟ این کار تازه شروع کردی؟ این کار دیگه تقریبا یک شش هفت ماه میشه. شش هفت ماه دیگه کم وقت نیست، باید تجربه خوب داشته باشی. کم کم دیگه خودم تجربه و حاصل می دیدی کم کم؟ بله. خب چطور از قیمتا دست غریب میچسبه نمیچسبه؟ والا شکر است یک چند مدت شده یعنی یک دو هفته واره میشه که کم کم غریب خور شده. میوه وطن از زمانی که بر آمده غریب خور شده. تو باش که طرف این انگور چشم را بردی، انگور کجاست؟ بیا اینجا بیا. این انگور به نام قنداری یاد میشه. این انگور وطن از دیگه از این هفت ولسوالی کدامن است. انگور قنداری است ولی از ولسوالی کدامن میاد؟ نامش قنداری است اما از ولسوالی کدامن میر بچکوت میجو است. میر بچکوت میه؟ بله. شیرین شده؟ خوب است. یک دار بشویم براتون. قربانت تشکر. این زردالی کجاست؟ زردالی غربند است. زردالی غربند. شفتالو از کجاست؟ شفتالو از شکردر است. خیلی بخی کلش میوه وطن است دیگه؟ 100% وطنی است. خالص وطن. فصل میوه است. فصل میوه است بله. این آلوی سرخ از کجاست؟ آلوی سرخ از قندار است. قندار. کلش دیگه میوه وطن است. شاید هم کیوی اگه از وطن نباشه. بله که تنها دمیگی هفت هشت میوه را که اینجا مید مشاهده میکنید
این کیوی وطنی نیست که مال ایران است، دیگه تمام اندش هر میوه ما نمایندگی از زیبایی وطن ما میکنه. هر میوه ما یک نماینده است، خود از یک نماینده است. یه از قندار زیباست، او از کابل زیباست، اوش هم از کابل زیباست، اوش از قندوز زیباست، ایش هم از افتکروری کلش زیباست. کلش زیباست. خودت هم زیباستی؟ همچنان بدرم. قربانت. تا چند بجه هستی دکار؟ ما تا ساعت نیم ده بجه شب میبیش. نیم ده بجه شب. باس ده بجه خانه میری؟ با ده بجه بله. خانه کجاست؟ خانه در نزدیک هست، در توابه نزدیک. یگانه تو آدم های چاقوکش پیدا نمیشه سر را را بگیره؟ فلحال خونه شکر، فضل خدا از این گپا بیغم هستیم. بار شکر است. باز میشه تا وقت کارت؟ خوب است، پروردگار شکر، راضی هستیم. روسی هم کدی؟ بله. چند اولاد؟ اولاد تا فلحال خداوند نصیب نکرد. جره هستی؟ امید دیگه با پروردگار. برو هنوز وقت زیاد است. سپرد باز زاد یک تر. روز روزگار جور کو؟ باز اقدام به یک اولاد کو؟ صد فیصد همونطور باید هر جوان آرزو شد. محبتت زیادتر شود؟ همچنان انشالله. بیا خیر باشی. بخیر باشی بیادر. سلامت قربانت، دکارت برکت، بخیر باشی، خدا حافظ. تشکر، بخیر باشی، سلامت. نام خدا چی یک تربوزای آوردی؟ از خودت است؟ خب حتما مشکل داره. این دوستا ایام سینما که این منطقه به نام گولای سینما یاد میشه، او خود سینما است که فعال نیسته. البته به نام گولای سینما یاد میشه، سابق سینما بوده نبوده ما هم دقیقا نمیفهمم، ولی همه قدر میفهمم که قبلا هم سلام سلام خوب هستین صدتان خوب؟ بخیر هستین. هراریس کجا بخیر؟ کجا روان هستین؟ بریم طرف هتل پروان. هتل پروان چی میکنین؟ دوا کار داره. دوا کار دارین؟ جای دوا اونجا است. مریض دارین حتماً؟ خیلی است. یگان دواخانه است. یگان دواخانه است کار میکنین. دوا را سودا کردین خلاص شد حتماً. قیمت را سودا نکردین؟ قیمت هم سودا کردیم ارزانه. نه دیگه بچش اینی کارتان خوب نیست. شرایط یک ذره ارزان بتین دوا را، خصوصا کسایی که مریض داره. قربانت. حتماً دیگه از طرف چی آوردین؟ خب از بیشتر. از کدام تلویزیون هستی شما؟ از امروز پلاس هستی. بخیر هستی. بخیر باشید. قربان تان، کدام پیامی اگر داشته باشید؟ والا پیام دارم که می صلح و امنیت به بخیر باشی. در پالوش یک ذره ارزانی و فراوانی رم حساب کن. وان خیر مردم یکم مصرف چی کنه؟ وان مردم یکم مصرف کنه. مصرف کنه. ای قرار مردم مصرف کرده که والا حالا گفته کن تا پیسه نان خوردن نمونده. بیا خیر باشه. بخیر باشی بده. خداحافظ تان. چند کدی؟ برنج چند کدی؟ ما بد بخیر گلی لامد یک بوشی برنج پلوید. سلام سلام، خوب هستی سرد؟ خوب جان جور. ای برنج کجا است که اینقدر ارزان کردی؟ برنج پاکستان است. او برنج پاکستان، حتما شوله ای است؟ برای مش پلاو شوله و میگه پاس. برای پلاو نمیشه؟ برای پلاو نمیشه. 12 ساعت سودا میکنی، به خود چند میه؟ یک 35 نفر سیری پر برای ما میمونه. یعنی در هر برجش یک 35 افغانی میمونه؟ 35 افغانی میمونه. چند میشه باز روزانه عایدت کاروبارت میشه؟ میره بونس از یک 300 میشه برای ما. اما تو در گشت هستی؟ در گشت هستی. دکان سیار؟ دکان سیار. حالا بشک. خانه کجاست؟ در اینجا. در این منطقه است. کجا کجا را میگردی؟ یعنی میکبلی سایی کابلا برد میگردی. اما تو گرد میگردی تا ای که کاروبار شد؟ خلاشه و خلاشه. چند تا آورده بودی؟ چی قش مانده؟ یک 20 دانه آورده بودم، یک داتاش فروختیم، یک داتاش مانده. یک 3.5-400 فایده کردی؟ البته خدا خدا مهربان است. بخیر باشی بیادر، دکارت برکت. ما برنج کار دارید. تشکر، سلامت باشی. ما کی برنج خورده میتونیم بیادر؟ چطور هستی بچه جان؟ خوب هستی جان جان. خوب هستی؟ جان جان. چی میکنی؟ جواری میکشی. جواری؟ جواری جوشه کست من؟ خوب ببینیم سر دو یکتا؟ تو بیا یک تصویر بگی. خلاص کردی؟ او والا به شک نه خلاص کردی، نموندی که ما میگرفتیم. 50 دانه وار کردم خلاص شد. 50 دانه چی است خو؟ 50 دانه سودا کردی؟ او خدا میرم. دانه چند به شک؟ دانه ما را 7 روپا می ده روپا می فروشیم. 3 روپا یا 2 روپا پیدا می کنیم. یک و نیم صد مون برات. شکر بخیر. یا زیاتر؟ بس همون تا 2 صد یک و نیم صد شکر بخیر. خانه کجاست؟ خانه اینجا است، چاره است، پاپ است، کرایه است. 9000 پیسه میتیم کرایه. کرایه خانه میتین 9000. مکتب میخونی؟
مکتب ولا نخوام. چرا؟ ولا نخوام. از کجا آمدین شما؟ ما از جلال آباد. از جلال آباد. از گرمی خود کشیدی کابل آمدی؟ آه کابل. باز مکتب هم نمیخوانی؟ والا مکتب نه، کته یم جواری میپرشیم دیگه. پدر جانت خود کار میکنه؟ آه پدر جان کار میکنه. پینال پدرت کار میکنه، نصف روز تو مکتب بخواه، نصف روز که برای این جواری حال خلاص کدی. تا پس اونم کار کنی میشنه؟ آه پس اونم کار میکنه. کوشش کو مکتب تان بخوانی؟ خیلی سعیز باشه. نمک چی هست؟ نمی عتیق الله. عتیق الله؟ آه. بخیر باشه عتیق الله جان، سلامت. سلام سلام بچه جان. چطور هستی دختر جان؟ خوب هستم. نامک چی هست؟ سودابه. سودابه، نام خدا چقدر نام مقبول داری؟ بیا کمکی طرف استاد چو در رخ کمره. نام خدا سودابه جان چند ساله هستی؟ 7 ساله. 7 ساله، مکتب رو میخونی؟ آه. سنف چند هستی؟ سنف اول. سنف اول، چندم نمره هستی؟ من اول نمره نیستم. نیستی اول نمره؟ چرا؟ یک دختر کلان در مکتب ما اول نمره. او دختر کلان اول نمره است؟ آه. اول نمره گیری از پیشت گرفته؟ آه. نام تو کوشش کو که از پیش از او اول نمره گیری بگیری. خب. چی میکنی اینجا حالا؟ حالا یک چیز. چکر برآمدی؟ آه. خانه تان کجاست؟ خانه موسون است. موسون است. باز گم نمیکنی را؟ نه. برو دیگه طرف خانه برو که نشام است. گم نشی؟ نمیشم. یا بلد هستی؟ بلد هستم. ایلیا درکت هست؟ نه. کسی دیگه که تاسی افتان آمدی؟ کسی دیگه خوراک اونجا بود. آه، امرای خوراکت آمدی؟ آه. او را چی کدی؟ او مچم رفت البت. او رفت و ماندی؟ آه. برو بخیر باشی سودابا جان. راستی کدام چیز گفتنی به همسن سوالات داری؟ کدام پیام داری برشان؟ نه. هیچ؟ نه. خب؟ برو بخیر باشی، برو خداحافظ. اینه دوستایی هم تیل فروشی سرسرک که تیل در سرسرک 82 افغانی پترول سودا میشه یک لیتر تیلش. ای که در تانگ تیل دیگه چقدر سودا میشه ایرام خدا میفهمه. سلام سلام بیادر. علیکم السلام. خوب هستی؟ ساعتت خوب هست؟ کجا بخیر؟ رفته رایستیم طرف خانه. کجا بودی؟ همینجا قابل بزی داریم، قابلی سمدی آخچه ازبک پلاو است. قابلی سمدی؟ بله. کجا هستی؟ دمی گلای سینما هستیم. چقدر برنج پخته میکنی روزانه؟ از ما که هستن غریبانه است تقریبا یک 4 سر برنج میره در روزی. روز 4 سر برنج. نام خدا خیلی کاروبارت خوب است. شکر از ها مصد میشم اصلا غریبی که ندارم اصلا روزگار میشم. ترکمن پلاو است یا ازبک پلاو؟ ازبک پلاو است. ازبک پلاو دیگه حتما همه تو مزدار. کیفیتش بالا است، بسیار مردم راضی است، بسیار مشتری خوب داریم، انشالله همیشه بیایم یک روز به پیش خودت. ما در خدمت هستیم. چطور از باز بیره بارد؟ والا شکر است، مقصد میشه و روزا میشه که وقت تر خلاص کنین نه؟ هر روزا، امروز نسبتا بازار تیز بود، وقت خلاص کردیم تقریبا. نانم چاشت نان میتی مردم هم؟ چاشت نان میتیم. سه بجه هم که بیای نان میتی؟ سه بجه تا دو نیم بجه همیشه بر اینجای ما هستن. یکان آدم هایی که بند میشه تا سه بجه هم نان میتی برشان؟ آه صد فیصد. چند بجه باز دیگه پخته میکنی؟ دیگ تقریبا 11 بجه آمده میشه. 11 آدم 11 تا 3 بجه دیگه هر که پیش آمد خوش آمد. 3 بجه دیگه مردم همیشه مستفید میشه از غذا. گوشت هم میتی یا بی گوشت؟ گوشت ها هم هست، آدم هستن. امروز خیلی وقت تر خلاص کردی؟ بله امروز وقت تر بود. از کارت راضی است؟ شکر هستیم اصلا بهتر است. از نسبت وقت شد اینجا هستی؟ تقریبا یک سال و 4 ماه شده. یک سال و 3 ماه. یک سال و 4 ماه در همینجا ما آغاز کردیم ما کارا. زمان دولت قبلی؟ نه دولت. حالا دولت است؟ حالا هم دولت فعلی نسبتا مثلا کاربار ضعیف شده. شکر است بازم میگذره. من هستی باز یکان شاگردم داری؟ من تقریبا 5 تا 6 تا شاگرد داریم. 6 تا نام خدا دیگه خیلی کاروبار خوب است. البته از ما که هستن تعدادشان در کراچی ها میره. 4 سر برنج چقدر نفر نان میتن؟ 4 سر برنج تقریبا 250 نفر. 250 نفر. خیلی دیگه روزانه به 250 نفر نان میتی؟ 250 نفر حدود 220 نفر ما تو از ما. تو کدام روز هم شده باشه که دیگه شروع کرده باشی؟ البته وقتایی که نو شروع کرده بودم برای یک وقت دو دفعه یک دفعه از ما اشتباه سر خورده. یکان دفعه شوله هم دادی؟ شوله هم دادی مشتری هایتا. بخیر باشی بیاده. سلامت باشی، روز روزگارت خوش. کدام رادیو تلویزیون هست؟ یه چینل یوتیوب امروز پلاس هست. یوتیوب پلاس ها انشالله ما میشه
اینا را دنبال میکنم و در فیسبوک هم هستیم ان شاء الله. ما بخیر باشین. خداحافظ. خداحافظ جدا. خداحافظ. خب دوستای عزیز، علاقمندای محترم، فکر میکنم که آیسته آیسته شام شد و ناگزیر با شما هم اینجا برنامه را ختم بکنیم. یعنی کم دیگه مونده که ما در چهارراهی هتل پروان برسیم. این بود گزارش ما از سیرایی ببخشین گولایی سینما. حالا سیرایی گفته بودم، البته سیرایی هم است و اینجا به نام گولایی سینما یاد میشه که خدمتتان برنامه را تقدیم کردیم و تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. تا برنامه و گزارش بعدی همه شما عزیزان را به خداوند یکتا میسپارم. بقیه اوقاتتان خوش. خدا نگهدار همه شما. شاد و موفق و کامگار باشین.